گفتگو با طالبان را تایید کرد. شمخانی میگوید مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان ادامه خواهد یافت. صدور مجوز جدید برای ادامه فروش نفت خام ایران در بورس. خریداران می توانند فقط ریال بپردازند. سوریه از حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق خبر می دهد. اسرائیل مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. و انتقادها به خروج ژاپن از پیمان ممنوعیت شکار نهنگ. سلام بر شما، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری چهارشنبه 5 دی ماه 1397 در تلویزیون فارسی بی بی سی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده که ایران و طالبان با هم مذاکره کردند و دولت افغانستان هم در جریان بوده. علی شمخانی درباره محل و تعداد ملاقات‌ها و موضوعات گفتگوی بین دو طرف توضیح نداده، اما گفته مذاکره با طالبان ادامه خواهد یافت. دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر یک روزه به کابل رفته. علی حسینی خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. علی، چه جزئیاتی راجع به سفر آقای شمخانی می‌دونید؟ آقای شمخانی به دعوت همتای افغان خود آقای محب به افغانستان سفر یک روزه‌ای داشته با مجموعه از افراد و مقام‌های بلندپایه سیاسی، نظامی و امنیتی ایران و در دیدارهایی هم داشته با در کنار اینکه با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان دیدار داشته، با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان هم دیدار داشته. در اعلامیه‌ای که پس از دیدار آقای شمخانی با آقای محب آمده از طرف شورای امنیت افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان، اشاره‌ای به موضوع که گویا در این گفتگوها صورت گرفته در این در رابطه با اینکه ایران مجموعه از ارتباطات با طالبان را داشته اشاره نشده و فقط گفته شده که بین نمایندگان دو کشور در رابطه با مسائل مختلف دو جانبه از جمله گفتگوهای صلحی که فعلا در رابطه با افغانستان جریان داره صحبت شده است. آیا واکنشی به خبر ارتباط ایران و طالبان و مذاکراتشون بوده تا الان؟ تا فعلا نه. البته موضوع برقراری رابطه یا تماس مقام‌های ایرانی با گروه طالبان تقریبا یک یا دو سال پیش مطرح شد و سفیر ایران در افغانستان اعلام کرد که این کشور فقط تماس داره با گروه طالبان و حتی این تماس تبدیل نشده به رابطه و موضوعات دیگری که گویا ایران تجهیزات و رابطه فراتر از تماس برقرار کرده و تجهیزات نظامی در اختیار گروه طالبان قرار میدهد و رد کرده. پیش از این برخی از مقام‌های آمریکایی و همچنین مقام‌های محلی افغانستان گفته بودند که ایران با گروه طالبان در تماس است و در آنها و در برخی موارد به آنها کمک میکنند. تا فعلا دولت افغانستان، مقام‌های بلندپایه افغانستان در این رابطه مشخصا صحبتی نکرده، نه رئیس جمهور، نه رئیس اجرایی، وزرا و مقام‌های بلندپایه افغانستان اشاره‌ای به نداشتند که گویا ایران از طالبان حمایت میکنه یا رابطه برقرار میکنه. فقط فعلا چیزی که ما میدونیم نیست که مقام های محلی دولت افغانستان اشاره کردن که ایران با گروه طالبان رابطه داره و حالا هم دبیر شورای عالی امنیت عالی ایران میگه که با آنها ارتباط داره و از این ارتباط مجموعه روابط دولت افغانستان را آگاه ساخته و در آینده هم ادامه دارد. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. دو خبر کوتاه. یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات ریاست جمهوری این کشور احتمالاً با 3 ماه تأخیر برگزار خواهد شد. این منبع که نخواست نامش برده شود به بی بی سی گفته این انتخابات به جای فروردین در تیر ماه برگزار می شود. این خبر را هنوز مقام‌های دولتی افغانستان تایید نکردند. به گفته این منبع آگاه دلایل تأخیر این است که شماری از نامزدها هنوز نتوانستند شرایط لازم برای شرکت در انتخابات را فراهم کنند.
به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران، شمار دانشجوهای کشته شده در حادثه واژگون شدن اتوبوس در محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران به 10 نفر رسیده. محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران، هم گفته اتوبوس حامل دانشجویان از 6 سال پیش جزو خودروهای فرسوده به شمار می‌رفته و معاینه فنیش هم منقضی شده بود. در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبرهای منتشر شده درباره سکته راننده اتوبوس را رد کرده و گفته تحقیقات از مسئولان دانشگاه ادامه دارد. وزیر نفت ایران میگوید خریداران خصوصی در بورس توانستند نفت ایران را بدون مشکل صادر کنند. بیژن زنگنه گفته مجوز فروش 2 مرحله نفت در بازار بورس ایران به تصویب شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه رسیده و مجوز جدید برای ادامه فروش نفت خام در بورس هم اخذ شده. حسن منصور، اقتصاددان از گوتنبرگ در سوئد با ماست. آقای منصور، آیا این اقدام جدید میتونه ایران رو به منظورش که ادامه فروش نفت علارغم تحریم هاست برسونه؟ عرض کنم خانم که این امر مشکوکه. ببینید، تجربه دولت ایران از در واقع 10 سال پیش آغاز شده در این زمینه، ولی با موفقیت تو هم نبود. در همین اواخر به گفته آقای وزیر نفت 8 محموله 35,000 بشکه‌ای به فروش رفته و ایشون خبر میدن که اینا تونستن در بازارهای بین‌المللی به فروش برسونن. ولی مسئله این است که بازار نفت، که حتما وزیر نفت با اون قضیه آشنایی دارند، بازار بسیار بسیار سیستمدار، نظمدار و در این حال بحرانی است. به این ترتیب به نظر نمی رسد که وقتی نفت یک کشور تحت تحریمه، دادن اون به بخش خصوصی بتواند مشکل را حل کنه، برای اینکه اینا در مدت خیلی کمی شناسایی میشن و مورد تحریم قرار میگیرن. بنگهی به لحاظ قانونی، علارغم اینکه آقای وزیر نفت مجوزی از قوای سه‌گانه گرفته باشن، قانون نفت ایران تمامی مراحل صنعت نفت ایران رو ملی اعلام کرده و جز دولت دستگاه دیگری مجوز نداره. یعنی با مجوزهای شفاهی قوای سگانه نمی شود این کار کرد. این هم به لحاظ قانونهای ایران هم غیر قانونی است. ولی به نظر بنده، ضمن اینکه دولت ایران ناگزیر به این تجربه دست می زند، موفقیت اون تضمین شده نیست. بعضی از کارشناسان راجع به احتمال پولشویی ابراز نگرانی کردند، اینکه مشخص نیست خریداران این نفت کیان، مقصدش کجاست، چه تأثیری میتونه بر اقتصاد بحران زده ایران بگذاره. در این دور جدید عرضه نفت بورس، آقای وزیر نفت اعلام کردن که خریداران میتونن تمام مبلغ رو به ریال تادیه بکنن. در دور نخست 20% ریال 80% ارز بود و منظور دولت ایران در شاید کنونی ارز غیر دلاری نظیر یورو و نظیر اون هست. ولی عرض بکنم این مسئله با همین عرض کنم مشکلات رو برو خواهد شد. یعنی خریداران عمدتاً ایرانی اینا از اونجا از بورس خرید بکنن، به ریال تادیه کنن، یا خریدارانی از خارج بتونن این کارو بکنن. ولی به نظر نمی رسد که چنین چیزی بتواند واقعا نتیجه بخش باشه. باید مدت این تجربه دید و دید که واقعا به نتیجه میرسه یا نه. من با وضعی که در بازار نفت میشناسم، نظیر تجربه‌ای که آقای زنجانی در جزایر مالزی باش دچار شدن، که ناگزیر از تانکری به تانکری عرض کنم و از پرچمی به پرچمی منتقل بکنن تا منبع نفت رو پنهان بکنن، و این داستان طولانی نمیتونه باشه. من فکر میکنم که با اینتلیجنسی که در این با یعنی اطلاع رسانی که در این بازار وجود داره، تمامی اینها به سرعت رو میرن. متشکرم. حسن منصور، اقتصاددان با ما.
سوریه میگوید جنگنده های اسرائیلی با شلیک موشک از آسمان لبنان به یک انبار تسلیحات نزدیک دمشق پایتخت حمله کردند، اما پدافند هوایی این کشور بیشتر موشک های شلیک شده را رهگیری و نابود کرده. اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما ارتش این کشور اعلام کرده پدافند هواییش علیه موشک های ضد هوایی سوریه وارد عمل شده. همزمان وزیر دفاع روسیه گفته حملات موشکی اسرائیل علیه سوریه دو پرواز غیر نظامی را هم به خطر انداخته. علی سرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت آلمان با مساق سرزاده. چه جزئیاتی راجع به این حمله منتشر شده؟ اون چیزی که به طور قطع میتونیم بگیم، چون اینا منابع مختلف و متضادی همشون تایید کردن، این است که هواپیماهایی از شش هواپیمای اسرائیلی از اسرائیل بلند میشه، از فضای هوایی لبنان رد میشه و با موشک دو تا انبار اسلحه، بعضی از خبرگزاری ها میگن سه تا انبار اسلحه رو در نزدیکی فرودگاه مزه نزدیک دمشق که در شمال غربی دمشق قرار داره و یک انبار نظامی رو هم در غرب دمشق منهدم میکنه. شاهدان عینی به خبرگزاری های متفاوتی گزارش دادن که این انفجارها رو شنیدن. دولت سوریه هم من غیر مستقیم تایید کرده که انبارهای به اصطلاح اسلحه مورد حمله قرار گرفته. روزنامه نیوزویک آمریکایی با اتکای به ارتشیان اسرائیل گفته که این حمله برای حمله به یک هواپیمایی بوده که گویا بخشی از رهبران حزب الله رو داشته از دمشق به تهران می‌برده تا در مراسم ختم آیت الله شاهودی شرکت بکنن. خیلی از خبرگزاری‌ها این خبر نیوزویک رو هم تایید کردن، ولی معمولاً اسرائیل گزارشی نه تایید می‌کنه نه تکذیب می‌کنه. فقط در مورد این خبر دیشب گفته که موشک‌هایی از جانب سوریه به طرف بلندی‌های جولان شلیک شدند، ولی سامانه هوایی ما موفق شده این موشک‌ها رو به اصطلاح دفع بکنه و هیچ گونه خطرات جانی و اشکالات انسانی به وجود نیامد. آیا شما ارتباطی بین این حمله و تصمیم آمریکا برای خروج نیروهاش از سوریه می‌بینید؟ میشه این حرف رو زد، چون پریروز آقای نتانیاهو در یک کنفرانس مطبوعاتی که چند تا ژنرال اسرائیلی هم به اصطلاح در اطرافش بودن، پس از خبر یک باره آقای ترامپ اعلام کرد که ما به هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که این خلایی که بعد از نیروهای رفتن آمریکایی‌ها انجام میشه توسط ایران پر بشه و این استراتژی دائمی ماست که نگذاریم نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه پا بگیرن. و جالب این هست که اگر به خاطر داشته باشید، در اواسط ماه سپتامبر گذشته یک هواپیمای روسی بعد از حمله اسرائیلی ها به سوریه سرنگون شد، ولی روسی ها اخطار دادن به اسرائیل که از این نوع حملات به اصطلاح بپرهیزه و این اولین بار هست که بعد از اون سرنگونی هواپیمای روسیه که خیلی پر سر صدا بود، برای اولین بار اسرائیل دست به چنین کاری میزنه و این نشون میده که حتی به اخطار روسیه هم توجه نکرده. امروز وزارت دفاع روسیه تقریبا اعتراض کرده به این عمل اسرائیل، ولی باید ببینیم که این برخوردها نسبت به روسیه چه خواهد بود، آیا روسیه اینها رو تحمل میکنه یا نه. ولی تا به حال مثل این که به نوعی یک تعاملی کردن، یک چشمشون رو روی هم گذاشتن، ولی امکان بالا گرفتن برخوردها هم هست. متشکرم علی سرزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده که ایران و طالبان با هم مذاکره کردند و دولت افغانستان هم در جریان بوده. علی شمخانی گفته این گفتگوها ادامه خواهد یافت. وزیر نفت ایران میگوید خریداران خصوصی در بورس توانستند نفت ایران را بدون مشکل صادر کنند. در ادامه برنامه، گیاهخواری برای حفظ محیط زیست.
مقام‌های مرزبانی آمریکا می‌گویند همه کودکان مهاجری که در بازداشتگاه‌های مرزی هستند معاینه پزشکی خواهند شد. موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی واکنشی است به مرگ دومین کودک مهاجر گواتمالایی در یک بازداشتگاه مرزبانی این کشور. این پسر 8 ساله گواتمالایی روز دوشنبه و پس از مرخص شدن از بیمارستان درگذشت. پیش از آن هم یک دختر 7 ساله گواتمالایی در بازداشت مأموران مهاجرت آمریکا درگذشته بود. خشایار جنیدی از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، سوالی که برای خیلی ها مطرح اینه که مگر در این بازداشتگاه ها چه میگذره که در فاصله بسیار کمی دو کودک درش جانشون رو از دست دادن؟ در ماه های گذشته انتقادهای زیادی مطرح شده نسبت به شرایط افرادی که به عنوان مهاجر دولت آمریکا از اونها به عنوان مهاجر غیرقانونی نام میبرند، با پای پیاده از سعی کردن از مرز مکزیک عبور کنند، وارد خاک آمریکا بشند و در بازداشت نیروهای مرزبانی هستند. انتقادهای زیادی بود از اینکه در موارد زیادی کودکان را از والدینشون جدا میکردند و حالا در یک ماه گذشته شاهد این هستیم که دومین کودک زیر 10 سال به خاطر شرایط موجود جانش را از دست داده. همین موضوع انتقادهای دموکرات ها و گروه های مدافع حقوق بشر از سیاست های مهاجرتی آقای ترامپ را افزایش داده، موضوعی که باعث جنجال زیادی اینجا در آمریکا بوده و بگو مگوهای زیادی رو بین دموکرات ها و تیم آقای ترامپ در کاخ سفید به همراه داشته. آقای ترامپ میگه که خواهان مقابله با مهاجرت غیرقانونی افراد در طریق آمریکای لاتین و مرزهای مکزیک به این کشور هست. به گفته او بسیاری از گروه های تبهکار از طریق همین مهاجران غیرقانونی همراه با اونها وارد خاک آمریکا میشن و خواهان این هست که این افراد رو پشت مرزهای کشورش نگه داره و اونهایی که خواهان دریافت پناهندگی در آمریکا هستند در خاک مکزیک اقدام کنن برای دریافت پناهندگی و تا زمانی که دادگاه حکمی رو صادر نکرده در مکزیک بمونند. اونهایی هم که سعی میکنن وارد خاک آمریکا بشن بازداشت میشن و در این شرایط نگهداری میشن. مورد تازه که یک کودک 8 ساله هست، شب کریسمس جانش رو از دست داده به خاطر که شرایطی داشته مانند تب و سرماخوردگی، به همراه پدرش منتقلش میکنن به یک بیمارستان. بعد از اینکه دارو دریافت میکنه از بیمارستان مرخص میشه، به بازداشتگاه برمیگرده و دوباره حالش بد میشه. حین انتقال مجدد به بیمارستان جانش رو از دست میده. حالا هم دولت گواتمالا خواهان این شده که تحقیقات در این باره انجام بشه. کنسول گواتمالا در فنیکس خواهان این هست که با پدر این کودک صحبت کنه. از سوی دیگر بعضی از نمایندگان کنگره هم صحبت به این کردن که کنگره باید در این باره تحقیقات گسترده‌ای رو آغاز کنه. فرای تحقیقات، با توجه به انتقادهایی که بهش اشاره کردی، آیا افکار عمومی فشاری به دونالد ترامپ میارن برای تغییر سیاست‌های ضد مهاجرتش؟ آقای ترامپ بر این باور هست که سیاست‌هاش ضد مهاجرتی نیست. به این نکته اشاره می‌کنه، داره سعی می‌کنه امنیت مرزهای آمریکا رو افزایش بده. دموکرات‌ها از سوی دیگر صحبت از این می‌کنن که نه تنها از طریق کنترل بیشتر در مرزها شاهد این گونه مواردی بودیم که رخ داده، اما از طریق قانونی هم آقای ترامپ و دولتش دارن سعی می‌کنن که ورود مهاجران به آمریکا رو کند کنند و انتقادهای زیادی از این بابت متوجه او می‌کنند. اما شاید بشه اشاره کرد که در حقیقت همین دعوایی که وجود داره بر سر سیاست‌های مهاجرتی آقای ترامپ و خواسته آقای ترامپ برای تخصیص 5 میلیارد دلار یا حدوداً بیشتر از 5 میلیارد دلار برای ساختن دیوار مرزی، دعوایی هست که باعث شده گفتگوها بر سر بودجه جدید آمریکا به بنبست بخوره و امروز 5مین روزی هست که دولت آمریکا تعطیل هست. در روزهای گذشته به خاطر تعطیلات تولد حضرت مسیح و همینطور که آخر هفته بوده، مذاکرات عملا متوقف بوده. امیدواری هایی وجود داره که شاید از امروز به نحوی سعی کنند دموکرات ها و جمهوری خواهان دوباره مذاکراتشون رو از سر بگیرند، هرچند آقای ترامپ هیچ نشانه ای رو از خودش بروز نداده که بخواد احیانا در این باره کوتاه بیاد. متشکرم. خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. محمد مرسی و حسنی مبارک، دو رئیس جمهوری سابق مصر، امروز برای اولین بار در دادگاه با یکدیگر روبرو می شوند. حسنی مبارک امروز برای ادای شهادت در دادگاه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین در دادگاه حاضر می شود. اتهام این افراد تدارک دیدن فرار گروهی از زندانیان در جریان اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 میلادی است.
محمد مرسی پیش از این در دادگاه به مرگ محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر در سال 2016 این حکم را لغو کرد. تصمیم ژاپن برای خروج از کمیسیون ممنوعیت شکار نهنگ با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده. استرالیا و نیوزیلند گفتند شکار نهنگ سنتی منسوخ است و ژاپنی‌ها نباید آن را از سر بگیرند. علاوه بر ژاپن، نروژ و ایسلند هم در 3 سال گذشته به بهانه تحقیقات علمی به ممنوعیت شکار نهنگ پایبند نبودند. اما ژاپن حالا آشکارا اعلام کرده که از این پیمان خارج می‌شود. فرزاد کاظم‌زاده گزارش می‌دهد. یک روز بعد از کریسمس ژاپنی‌ها دنیا را غافلگیر کردند. نهنگ‌ها را هم. دولت ژاپن گفته از پیمان جهانی شکار نهنگ خارج می‌شود. بعد 6 ماه دیگر نهنگ شکار می‌کنند. در این 3 سال که شکار ماهی‌های بزرگ مثل نهنگ و دلفین ممنوع شده بود، ژاپنی‌ها گاهی زیرآبی رفتند. ژاپن، نروژ و ایسلند همیشه از یک بند قانون ممنوعیت شکار نهنگ استفاده کردند. گفتند این کشتار برای تحقیقات علمی است. اما این بار ژاپن علنی اعلام کرده کشتی‌هایش را برای شکار تجاری نهنگ به آب می‌اندازد. ژاپن گفته پس از 30 سال ممنوعیت، خطر انقراض نهنگ‌ها برطرف شده و دیگر لازم نیست به ممنوعیت شکار پایبند باشد. گفتند جای نگرانی نیست، اما بعضی‌ها نگرانند. دولت استرالیا گفته است تصمیم ژاپن ناامید شده. وزیر خارجه نیوزیلند هم گفته امیدوار است توکیو نظرش را عوض کند. فعالان محیط زیست گفتند کشتن نهنگ‌هایی که نسلشان در خطر است دزدی دریایی است. شکار نهنگ در ژاپن سنتی چند صد ساله است. حالا قرار است دوباره در رستوران‌های ژاپن انگشت مشتری‌ها در فهرست غذا روی گوشت نهنگ بلغزد. فرزاد کاظم‌زاده، BBC. مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی وابسته به سازمان ملل متحد میگوید یکی از راه‌های مهم کاهش آثار مخرب تغییرات اقلیمی کاهش تولید گوشت و محصولات لبنی است، موضوعی که شاید کمتر درباره آن گفته شده. اما تأثیر این محصولات بر آلودگی هوا چقدر است و آیا هر کدام از ما می توانیم در این مورد تاثیرگذار باشیم؟ برگردان گزارش برایانی هاپکینز را با هم ببینیم. درست کردن غذا یک کار روزمره. جنی قبلا از خوردن استیک، مرغ، ماهی و چیزهای شبیه این لذت می برد. اما 3 سال پیش تصمیم گرفت گیاه‌خوار شود. دلیل این تصمیم جنی نگرانی هایش درباره محیط زیست بود. برای من گیاه‌خوار شدن به این معنیه که میتونم تو حفظ محیط زیست سهمی داشته باشم. چیزی که خیلی رو من تاثیر گذاشت این بود که فهمیدم آلودگی محیط زیستی ناشی از تولید گوشت و محصولات لبنی از میزان آلودگی کل سیستم حمل و نقل جهان مثل مترو، هواپیما و ماشین بیشتره. به نظرم این برای نسل جوان خیلی مایه نگرانیه. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد امسال 38,000 مزرعه را در جهان بررسی و تأثیر محیط زیستی 49 فرآورده غذایی متفاوت را تجزیه و تحلیل کردند. آنها نتیجه گرفتند که گوشت و محصولات لبنی در مقایسه با مواد غذایی گیاهی تأثیر بسیار بیشتری روی محیط زیست دارد. اگه شما به عنوان یه مصرف کننده معمولی رژیم غذاییتون رو تغییر بدین و خوردن گوشت و لبنیات رو کنار بذارین، کمک زیادی به حفظ کره زمین میکنین، چون این کار باعث میشه مقدار زمین کشاورزی که برای تولید مواد غذایی مورد نیاز لازمه حدود 80% کاهش پیدا کنه. این رقم خیلی چشمگیریه. مقدار گوشتی که هر فرد در جهان به طور متوسط مصرف می‌کند در 50 سال اخیر تقریباً 2 برابر شده. کشاورزان در سراسر جهان می‌بایست خودشان را با این نیاز روزافزون هماهنگ می‌کردند. بسیاری از آنها به روش‌های کشت فشرده روی آوردند. فکر می‌کنم کشاورزان می‌دونن که با مدیریت بهتر خاک و مراتعشون می‌تونن به جای تولید دی‌اکسید کربن باعث جذب بیشتر اون بشن. مصرف کننده ها هم میتونن با انتخاب درست محلی که گوشت قرمزشون رو از اونجا تهیه میکنن به این کار کمک کنن، چون محصولات حیوانی به شکل‌های مختلفی تولید میشن و اشتباهه اگر فکر کنیم تولید گوشت قرمز در همه جا یکسانه. سال هاست که رهبران جهان درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای وعده میدهند، اما جنی تصمیم گرفته منتظر آنها نماند.
در ادامه سری گزارش‌های مرور سال 2018 میلادی این بار مرور می‌کنیم بر رویدادهای ورزشی در سالی که هم المپیک زمستانی در اون برگزار شد و هم جام جهانی. علاوه بر این دو رویداد مهم، ورزش‌های رزمی از جمله بوکس سال پر خبری داشتند. پوریا ژافره در گزارشش مرور کرده بر ورزش در سال 2018. روزهای اول سال 2018 توجه دنیای ورزش به کره جنوبی معطوف شده بود، جایی که بعد از 30 سال و المپیک سئول بار دیگه میزبان این بازی ها بود. البته این بار المپیک زمستانی، اون هم در پیونگچان. جدا از مسابقه های جذاب ورزشی، مسئله ای که این دوره المپیک زمستانی رو شدید تحت تاثیر قرار داد، حضور ورزشکاران کره شمالی و یک تیم مشترک هاکی روی یخ زنان از سوی دو کره بود. اتفاقی که باعث شد یخ روابط بین دو کره بشکنه و در نهایت تبدیل به یکی از اون موارد خاص شد که ورزش وسیله‌ای بود برای نزدیکتر کردن کشورها. ماجرای دوپینگ ورزشکاران روس هم در این بازی‌ها همچنان مطرح بود و اونها مجبور شدن با پرچم بی‌طرف و بدون نشانی از کشور خودشون در این بازی‌ها شرکت داشته باشند. در جدول مدال‌ها نروژ اول شد، آلمان دوم و کره جنوبی میزبان هفتم. علاوه بر المپیک زمستانی، سال 2018 شاهد یک تورنمنت ورزشی عظیم دیگه هم بود. پربیننده ترین مسابقه ها یعنی جام جهانی فوتبال که برای اولین بار در بزرگترین کشور جهان روسیه برگزار می شد. تورنمنتی که شاید از نظر فنی فوق‌العاده نبود، اما در هیجان شگفتی هیچی کم نداشت. اسپانیا قبل از شروع تورنمنت سرمربی خودش رو اخراج کرد. آلمان قهرمان دوره قبل در عین ناباوری در همون دوره گروهی حذف شد. اوروگوئه، آرژانتین و برزیل، قول‌های آمریکای جنوبی هم یکی بعد از دیگری کنار رفتند تا در نهایت چهار تیم اروپایی به نیمه نهایی برسند. در مسابقه پایانی این فرانسه و کرواسی بودند که فینال رو در لوژنیکی مسکو برگزار کردند. یکی از پرگل‌ترین فینال‌های معاصر که با پیروزی 4-2 برای فرانسه باعث شد خیابان‌های پاریس صحنه خوشحالی مردم بشه. کرواسی هم البته از این نتیجه‌ای که گرفت راضی بود. جوایز بهترین‌های سال فوتبال هم متأسی از همین مسابقه‌ها بود. لوکا مودریچ کاپیتان کرواسی که با رئال مادرید قهرمان اروپا هم شد، به عنوان بهترین بازیکن سال 2018 انتخاب شد. جایزه بهترین بازیکن جوان هم طبق پیش‌بینی‌ها به کیلیان امباپه، ملی پوش فرانسه در پاریس سن ژرمن رسید. علاوه بر این دو تورنمنت، دو تک مبارزه هم سال پیش حسابی خبرساز شدند. یکی ملاقات حبیب نور محمدوف از داغستان روسیه با کانر مکگرگور ایرلندی توی قفسه UFC بود. برای کمربند قهرمانی معتبرترین لیگ هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA. با بدگویی‌های مکگرگور راجع به حبیب و خصوصاً توهین به خانواده و اعتقادات این ورزشکار مسلمان، این مبارزه به جنجالی ادامه دار تبدیل شد که با وجود پیروزی قاطع حبیب ادامه پیدا کرد. و البته سال 2018 سال فوق‌العاده‌ای برای بوکس حرفه‌ای بود، به خصوص در دسته سنگین وزن. در مهمترین مبارزه تایسون فیوری از بریتانیا که مدت زیادی را به خاطر اعتیاد و سلامت روان از رینگ دور بود، در یک مسابقه خاطرانگیز برای کمربند قهرمانی با دیونتی وایلدر از آمریکا روبرو شد. مبارزه‌ای که در پایان اون رأی به مساوی داده شد تا این دو بوکسور همچنان شکست ناپذیر باقی بمونن و چشم به سال 2019 داشته باشن. دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال 98 رو به مجلس ارائه کرد. بودجه امسال نسبت به پارسال 42% افزایش داشته، اما بودجه انقباضی خوانده شده. در برنامه امروز هشتگ شما می‌پرسیم به نظر شما توجه به کدام بخش در بودجه سال 98 بر بهبود زندگی و کار و کسب شما تاثیر خواهد گذاشت؟ چه نکاتی در این بودجه هست که توجه شما رو به خود جلب کرده و انتظار دارید نمایندگان مجلسون رو اصلاح کنند یا تغییر بدن؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم، از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفنتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshoma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهیتون.